سلام دوستان، در این ویدیو قصد دارم شما رو با یه آرایش ساده آشنا کنم. تو این ویدیو میخوایم که یه آرایش دودی انجام بدیم برای چشمهایی مثل چشمهای من که داره ویژگی های خاص خودش هست، از جمله ویژگی هایی که داره این که جلوی چشم من بسته هستش و دومی که من هیچ خط دیفاین اینجا ندارم، خطی که به اصطلاح اسمش کریس هست. چشمهای من به عنوان چشمهای آسیایی یا مونولیت و همچنین به اسم چشم های هودد آی، یعنی چشم های با پلک افتاده شناخته شده است بیشتر، ولی خب میخوام بگم که مثلا من یه چیزی ما بین این دوتا هستم و نه کامل مونولیت هستم و نه کامل هودد آی هستم. هودد آی مثلا یه قسمتی از پلک افتاده است، ولی من کل چشمم حالت پفدار هستش. خلاصه میخوام بگم که این آرایش چشم برای کسایی مناسب هستش مثل کسایی که آرایش چشم منو دارن. کسایی که چشم های متفاوت تری دارن میتونن این آرایش رو به شکل خودشون روی چشماشون اجرا کنن، چیزی که برای چشم اونا مناسب تر هستش. ما برای اینکه این کارمون رو شروع کنیم از مک پین پاد سافت اوکر استفاده میکنم به عنوان پایه. این باعث میشه که تمامی دیسکالرشن های روی پلک من رو بگیره و همه به صورت یک سطح یک دست و یک رنگ در بیاد. این باعث میشه که آرایش چشمتون هم دیرتر پاک بشه، بیشتر بمونه برای شما. و وقتی که به این مرحله رسید نیاز دارم که این رو ست بکنم. شما میتونین بدون اینکه ست بکنین کارتون رو ادامه بدین، ولی به نظر من برای آرایش های ساده بهتره که کانسیلری که استفاده میکنید رو ست بکنین، مخصوصا اگر این کانسیلرتون کانسیلر مثل پین پات جامد نباشه و لیکویدی باشه، مایع باشه. من از این سایه که سایه میکاپ گیک هستش به اسم فراپه استفاده میکنم تا سطح چشمم رو تثبیت کنم. این سایه هم رنگ چشم من و یکمی با تون گرم هستش. همین تا میزنم مشخص هستش که این گرمتر از رنگ پوست من هست. اینو من سعی میکنم به عنوان سایه ترانزیشن هم استفاده کنم. اینو در کل سطح پلکم یک دست پخش میکنم. وقتی که تقریبا چیزی روی سطح براشتون نمونی میتونین که به قسمت‌های بالاتر هم بیاین و اونجاها رو هم ست بکنین. حالا تو این مرحله من براشم عوض میکنم و به این شکل از یه براشی که متراکم تر هست استفاده میکنم برای اینکه بخوام قسمت سموکی آی رو کار کنم. برای این کارم از سایه آمریکانو از میکاپ گیک استفاده میکنم. قهوه‌ای خیلی گرم هست. این رو با سطح براشم برمیدارم، اضافه هاش رو میگیرم و بعد شروع میکنم اینجا کار کردم. سعی میکنم با گذاشتن نقطه شکل چشمامو در بیارم. اول قلمون رو جایی میذارم که میخوام بیشترین پیگمنت سایه اون قسمت قرار بگیره و بعد که بیشتر سایه‌ای که روی براشم هستش رو اون قسمت‌ها منتقل شدن، حالا شروع میکنم به اینکه اونها رو محو کنم، یا مثلا قسمت‌هایی رو که نیاز دارم سایه باشه ولی نه به اون شدت تاچ کنم. این هفت مانند اینجا خیلی مهمه برای اینکه مثلا به چشمتون حالت زیبایی و کشیده رو داشته باشه، ولی خب از طرفی نباید باعث این بشه که شما چشمتون به خط راست منتقل بشه. برای چشم من که بیشتر حالت کشیده داره ولی خب کوچیک هست، من ترجیح میدم که این کشیدگی رو بلندتر کنم و از طرفی هم چشمم رو هم از طرف طولی هم باز بلندتر کنم. برای همین مقدار که سایه رو میارم بالا بیشتر از حد معموله. خوبی این که ما که کریس نداریم، ما که خط مشخص نداریم روی چشممون، اینه که ما میتونیم هر موقع هر جا تا هر میزانی که دلمون خواست بالا یا پایین بریم. نمیدونم شما کسایی رو که ابرو ندارن رو دیدید یا نه. یکی از بهترین ویژگی هایی که کسایی که ابرو ندارن اینه که میتونن ابروشون رو هر بار به هر شکلی که دوست دارن بکشن. ببینید من وقتی که استریت نگاه میکنم، درسته که الان تقریبا میشه گفت که این قسمت از چشم من رو حالت اسموکی کردم، احتمالا شما مثلا میگی تمام سطح چشمتونه، ولی خب من وقتی که حالت عادی نگاه میکنم شما فقط یه خط کوتاه کوچیک میبینید. من فاصله چشمم از ابرو خیلی کمه. این فاصله روشنی که باید زیر ابرو باشه رو نگه میدارم و بعد میتونم دیگه زیرمون کلا کار کنم. من نگران این قسمت از پلکم نیستم چون در واقع دیده نمیشه اصلا.
خب وقتی به این حالت رسیدم دوباره به براش اولم برمیگردم، از همون سایه فراپه از میکاپ کی که یه مقدار برمیدارم و شروع میکنم بالاتر از سایه کار میکنم، سایه قبلم رو میکنم. من میخوام که تمام این سایه محو بشه، از تیره تا روشن حالت طیفی پیدا کنم. وقتی به این مرحله رسیدین شما باید میتونین خط چشم استفاده کنین، ولی خب من به عنوان کسی که چشمام خیلی ریز هست زیاد علاقه به خط چشم ندارم. برای این کار من الان از سایه کاملا مشکی میکاپ گیگ استفاده میکنم. این سه تا سایه هستش که من توی این ویدیو استفاده کردم، کاملا ساده، سه تا رنگ بیسیک هستش. با یه براشی که کاملا نازک هستش مثل این و از طرف دیگه هم بلنده و یک دست هست، سایه مشکی رو برمی‌دارم و درست در ریشه موژه ها اون رو قرار میدم. سعی میکنم جلوی چشم رو هم اونقدر مشکی نکنم، چون باعث میشه که چشمم حالت این بسته بودنش بیشتر خودش رو نشون بده. من از همین مشکی اول یه زیر چشمم رو میذارم و با همون براشی که من قسمت بالا رو اسموکی کردم برمیگردم و دوباره از همون رنگ آمریکانو که قهوه‌ای خیلی تیره بود برمیدارم، اضافه هاش رو میگیرم و بعد شروع میکنم به اسموکی کردن پایین چشمم. من نصفه اول رو فقط اسموکی میکنم و این دوتا رو به هم کانکت میکنم، به هم وصل میکنم. وقتی مطمئن شدم که چیزی توی براشم نمونده از ابتدا تا انتها میکشم. حالا برمیگردم دوباره با همون براش فلافی اولم، بعد از سایه اولم میگیرم و حالا شروع میکنم این قسمت رو دوباره کار میکنم. من میخوام که از کتی ایرسپان بردارم و این قسمت داخلی پلکم رو با این براش تمیز میکنم. این باعث میشه که جلوی چشمم اول که باز بشه، دوم که چشم من حالت روغنی پیدا کنه، این باعث میشه که جلوش گرفته بشه. حالا من با یه براشی مثل این یک مقدار از سایه‌ای که شاین داشته باشه یا گلیتر داشته باشه مثل این میبلین برمیدارم، زیر ابروم رو باهاش کار میکنم. برای اینکه محو بشه من هنوز از همون براش اولم استفاده میکنم و شروع میکنم به محو کردن و بعد هم شروع میکنم یه دات کوچولو اینجا رو روشن میکنم. توی مرحله ریمل رو استفاده میکنیم. ببینید شما میتونید موژه هاتون رو فر کنین، ولی خود چون من موژه های خیلی کوتاهی دارم، همشون هم استریت فوروارد هستن، علاقه به این کار ندارم. سعی کنین که ریملتون رو از انتها بکشین، از تمام ریشه موژه هاتون تا به انتها. من چون پایین چشمم رو هم اسموکی کردم دیگه، الان مرحله آماده است که پایین رو هم ریمل بزنم. من خیلی سریع این چشم دومم رو هم آرایش کردم با دوربین خاموش، یه جفت موژه مصنوعی هم چسبوندم. مارکی که استفاده کردم پرفکت سالون هستش، پرفکت سالون هست، بعد گوگل مولتی پک و چسبی هم که استفاده کردم دو هستش. من به نظرم که الان آرایشم تکمیل شده و good to go. بریم که چند تا شات بگیریم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ما رو در ویدیوهای بعدی همراهی کنید، سابسکرایب کنید. من ویدیوهای مادرم هم همچنان ادامه خواهد داشت، به معنی چیز نیست، فقط یه پلیلیست جدید که اونم ویدیوهای من هست به کانال اضافه میشه. امیدوارم که دوست داشته باشین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون.